سلام و درود بچه، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. من دنزو هستم. تو این ویدیو میخوایم راجع به آدم معرفی حرف بزنیم و چند نکته راجبش بهتون بگم که امیدوارم خوشتون میاد. اگه خوشتون اومد لایک ویدیو یادتون نره، حتما ویدیو رو لایک کنین و یوتیوب ما رو اگه سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین که کلی ویدیو باحال میخوایم بذاریم. دمتون گرم، بریم سراغ ویدیو. خب بچه، اول نکته راجع به اسنوگلما اینه که روش های خیلی متنوعی هست که بتونیم بسازیم. میتونیم به صورت همونطور که میبینیم خوابیده بزنیم، ساخته میشه. میتونیم به صورت وارونه اگه بذاریم دوباره ساخته میشه. و یه حالت دیگه هم داره که کدوی صاف همینطوری بذاریم و با شیر یه دونه بذاریم تا طرح‌دار بشه که در این صورت هم ساخته میشه. خیلی هم عالی. بچه نکته بعدی راجع به این اسنوگلمای از اینه که این اسنوگلما تو بعضی بایومایی که دماشون زیاده مثل دنیای واقعی دیگه، آدم برفی که تو جهنم پیدا نمیشه، دمیج میخورن و از بین میرن یا یه جورایی مثلا ذوب میشن. بایومای مثلا مثل دیزرت، بدلنس، ساوالا و ندر، و اگه تو این بایوم ها بسازینشون زیدونه بسازم اینطوری دمیج میخورن و به چخ میرن. بچه برای اینکه بتونیم این سنوگولم ها رو تو این بایوم هایی که گفتم به چخ میرن بسازیم، باید پوشن فایر رزیستنس حالت پرتابش رو داشته باشیم و یه جا پرت کنیم و بعد سنوگولم اونجا بسازیم. این باعث میشه که توی اون مکان تا مدتی دمیج نخورن و بتونن زنده بمونن، ولی همونطور که میدونین پشتش هیچ برفی تشکیل نمیشه و حالا نمیدونم کجا داره میره، ولی باز میتونن برای یه مدتی زنده بمونن تو اینجا و خیلی هم جالبه. یه نکته ای که هست بچه ها، اسنوگولم ها توی آب اگه بسازینشون که برن توی آب دمیج میخورن و مثل ندر میمیرن و البته خودشون به صورت خودجوش نمیرن سمت آب، خب دوری میکنن، ولی خب اگه بارون بیاد هم همین قضیه دوباره تکرار میشه. پس حواستون باشه اسنوگولم هاتون رو زیر بارون نذارین چون میمیرن. خب نکته بعدی راجع به اسنوگلم ها قیافه شونه، البته نمیگن خوفناکه با این کدو. قبلا که بازی آپدیت نداده بود باید میرفتیم توی اسنوگلمه تا میتونستیم قیافه‌شو ببینیم، ولی تازگی یه آپدیت بازی داده که میتونیم با شیر یه دونه بزنیم تو سرش و کدو بیفت و قیافه‌شو کامل ببینیم. قیافه خیلی تخم تخیلیه و خلاصه پیشنهاد نمی کنم که همچین کاری بکنید. ناموسن سیسو باشه. و یه نکته جالب دیگه بچه ها اینه که اونم اندرمن ها میتونن با گذاشتن بلاک ها اسنوگولم بسازن. یه چیز خیلی جالبی، البته خیلی کمیابه و اصلا پیش نمیاد که ببینین، ولی خب یه چیزی که میشه و میشه هم عملیش کرد. مثلا یه گودال بسازی که پر برفاشو تو دست اندرمن یه دونه کدو بدی، فکر کنم اگه بذاره میشه، ولی خب فکر کنم خیلی کم پیش میاد، ولی خب شدنش میشه. اینم یه نکته خیلی جالب بود که من خودم فهمیدم، خیلی باحال بود، گفتم به شما بگم و بفهمید. خلاص. و نکته آخر راجع به اسنوگلم ها اینه که اسنوگلم ها به هیچ وجه به شما آسیبی نمیرسونه، حتی بهشون دمیج هم بدین باز کاریتون ندارن، ولی مابای دیگه چه شما رو بزنن چه نزنن اگه نزدیکیشون باشن بهشون دمیج میدن و گوله برفی بهشون پرت میکنن. البته نشونه گیروشون زیاد مالی نیست، ولی میشه کار ساخت برج و اینا ازشون کمک گرفت، همونجوری که من یه دونه ساخته بودم و ویدیوش تو یوتیوب هست که میتونید برید نگاه کنید و همین دیگه. برای بچه امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. اگه خوشتون اومد لایک کنین ویدیو رو و یوتیوب رو سابسکرایب کنین و اگه دوست داشتین که بگیم ویدیوی مردی رو راجع به چه چیزی بسازیم یا چه مابی از ماینکرافت بسازیم و نکته های راجع بهش بگیم. همین، دمتون گرم، فعلا خدافظ.